موسی را آزاد کنن، شنگال را آزاد کنن، ما بازم میترسیم. تا داعش تو عراق مونده باشه ما خیلی میترسیم. شب ساعت 3 بود که داعشی ها اومدن، خمپاره میزدن و صدای توفنگ ها و شلیکشون میومد. بچه های ما همه میترسیدن و گریه کردن. تا صبح منتظر موندیم و میگفتیم شاید حکومت بیاد و به دادمون برسه، اما داعشی ها به روستاهامون رسیدن و داد و فریاد شروع شد. اونایی که ماشین داشتن فرار کردن، اونایی هم که ماشین نداشتن مثل همسایه ما همشون کشته شدن. ما بی پول و بی غذا مونده بودیم که رفتیم اردوگاه. بعد از 20 روز اونجا موندن جایی گیرمون نیومد و ما هم اومدیم اینجا تو این ساختمون نیمه کاره. اینجا آب گرم نداریم، گاز نداریم، باید به آتیش آب گرم کنیم. الان بیشتر از 2 ساله که اینجاییم. کمک ها خیلی کمه. زندگیمون خیلی سخته. خبرها رو که میشنوم فکر میکنم اگه موسل آزاد بشه خوب میشه و یکم روحیه میگیریم. خیلی بد بود که مدرسه نمی رفتم. الان 3 ساله که عقب موندم و نرفتم مدرسه. با اینها سعی می کنم درس رو بخونم. شروع مدرسه اینجا خیلی سخت بود. موقع فرار همه مدارکم رو جا گذاشته بودم. باید می رفتیم از داخو استعلام می گرفتیم. اما اینم ممکن نبود. الانم 3 سال رو از دست دادم. خیلی سخت بود. بعد از اومدن ما خیلی دست داعش افتادن. یکیشون دختر داییم که دست داعش افتاده. 7 نفر از خانواده‌مون اسیر داعش شدن. 3 دختر و 4 پسر. هنوز هم هیچ خبری نتونستیم ازشون بگیریم. نمیدونیم مردن یا زنده. روستای ما آزاد شده، اما تا وقتی موسل از دست داعش کامل آزاد نشه خطر همچنان ما رو تهدید میکنه. الان بی صبرانه منتظریم، روز میشماریم که بعد از آزادی موسل برگردیم به سرزمین خودمون.